وزارت رفاه و شهرسازی آقای رستم قاسمی. اسم وزارتخانه های تحت امرش رو هم به درستی نمیدونست. اولمپیا به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران دولت در حوزه راه و شهرسازی کارهای بسیاری انجام داده. گویی تنها چیزی که براش واقعا حیاتی بود و اولویت داشت سوابق امنیتی و نظامی این 19 مردی بود که قرار فرماندهی این وزارتخانه ها رو در دست بگیرن. مردانی بسیجی و سپاهی با میانگین سنی حدود 52 سال که در کارنامه کاریشون سابقه همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با رئیس جمهور رو دارن و همگی از نزدیکان و وابستگان به بیت رهبری به شما میدن. علاوه بر اینکه عضو هیئت آنها از طرف مقام معظم رهبری هم هستن، یعنی امین آقا هم در این وزارت تعاون ایشون یکی از هیئت آنها هستن. یکی از برجسته ترین اونها احمد وحیدی با نام واقعی احمد شاه چراغی وزیر کشوره، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع دولت احمدی نژاد، تحت تعقیب پلیس اینترپل به دلیل دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین. El terror nuevamente en plena ciudad de Buenos Aires. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات از شاگردان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و حراست آستان قدس و صد البته رئیس حفاظت دفتر علی خامنه‌ای. فراموش نکنیم پرونده هایی مثل پرونده مهدی هاشمی و غیره در زمان همین بزرگوار در شهر قم مورد پیگیری انجام شده. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سن 26 سالگی کارش رو با ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد آغاز کرد و بعد در دوره ریاست ابراهیم رئیسی به قوه قضاییه رفت. او در حالی که در اغلب شبکه‌های اجتماعی حسابی نداره، معتقده که در عرض 4 سال شبکه ملی رو راه اندازی می‌کنه تا اطلاعات از کشور خارج نشه. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. پزشکی که در اوج گسترش ویروس کرونا نامه مشهور مخالفت با واردات واکسن انگلیسی و امریکایی رو امضا کرد. این سلامت معنوی واقعی در دین اسلام به دست میاد. درسته که واژش رو از غربی‌ها گرفتیم که اونها هم به خاطر فقر معنوی، به خاطر مشکلاتی که بوده به این نتیجه رسیدن، ولی ما میتونیم این رو به فرصت تبدیل بکنیم. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، کارشناس پیشین کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مخالفان سرسخت تصویب FATF و از طرفداران رصد حساب‌های بانکی که لازمه اون رصد کل حساب‌های تجاری و غیر تجاری و اتصال اونها به کدهای ملی اشخاصه. افزایش شاخص مالیات به GDP به 1.5 برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، یکی از دیپلمات‌های نزدیک به قاسم سلیمانی که مواضع سیاسیش بیشتر از اون که به جریان اصولگرا یا اصلاح طلب نزدیک باشه به مواضع رهبر جمهوری اسلامی نزدیک. We believe after King Abdullah became relation between Tehran and Riyadh not good. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا، وزیر نفت پیشین در دولت احمدی نژاد، کسی که در تابستان 91 2 میلیون بشکه نفت و بیش از 3 میلیون تن نفت خام و معدنیات گازی که سرمایه های ملی کشور بودن رو به بابک زنجانی سپرد و هیچگاه هم مورد بازخواست قرار نگرفت. او ظاهراً امروز اصلاً نمیدونه که برای چه وزارتخانه ای از طرف دولت ابراهیم رئیسی به مجلس پیشنهاد شده. گفتن که نیروی انتظامی فردا مسیرهای منتهی به وزارت نفت و بسته، گفته که مراقب باشین که آقای رستم قاسمی اشتباهی نیاد بزنه. روشون دو بار تو صحبتش هی گفت من برنامه هم برای وزارت نفت، هی تذکر میدم با ما وزارت نفت، وای شما دو باری میگو وزارت نفت. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای تحصیلات حوزوی تا پایان دوره سعد، معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و
و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد در دولت نهم، مشاور فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی. او معتقد از 77 فیلم ایرانی که رصد کرده، 61 اثر ارائه کننده تصویر مثبت از زنان بی حیا بوده و تعیین اولویت‌های فرهنگی در حوزه‌های هنرهای تجسمی، سینما و تئاتر و تلاش برای حل مشکلات آنها از ویژگی برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی بوده. جواد اوجی، وزیر نفت، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در دولت محمود احمدی نژاد، که به دنبال کشیدن خط لوله اسلامی و صادرات گاز به کشور سوئیس، شرکت‌های چینی و روسی بسیار مشتاقن تو بحث مینی الانجی و الانجی توی کشور مشارکت کنن و سرمایه گذاری کنن. ترکیبی از مردان امنیتی و سپاهی گوش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی که حالا اومدن تا یک کشور بحران زده رو فرماندهی کنن. اما آیا این دولتی که نهادهای مختلف قدرت با اون سازگارند و سهمشون رو از کرسی‌های اون گرفتن، بالاخره میتونه با مدیریت سهم‌خواهی‌ها تأثیر مثبتی در معیشت و زندگی مردم ایجاد کنه؟ سایت‌ها پخش کردن، ایشون معلمی مهد کودک، مدرسه و در حوزه دبستان، دبیرستان تا دانشگاه همه مراحل بوده. رویش سبز مام ایران، ریسمان.